با سلام، خوش آمدید به برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من مهران میرزایی هستم. در این برنامه نخست گزارشی داریم از ممیزی نشر و اظهارات علی جنتی وزیر ارشاد در این باره. سپس مهمترین تحولات هفته گذشته را با دو مهمان برنامه، آقایان ناصر محمدی کارشناس مسائل سیاسی در لندن و احمد هاشمی دیپلمات سابق در ترکیه در میان می‌گذاریم. با ما همراه باشید. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که اواخر مرداد ماه گفته بود میخواهد ممیزی قبل از چاپ را بردارد، هفته گذشته اظهار داشت ما میخواستیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم که پس از بررسی دیدگاه‌ها و نظرات ناشران و صاحب نظران روشن شد که نمیتوانیم ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم. آقای جنتی ممیزی قبل از چاپ را یک اصل حاکمیتی دانست. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز گذشته اعلام کرد ممیزی قبل از چاپ یک اصل حاکمیتی است. به گزارش واحد مرکزی خبر، علی جنتی با اشاره به وعده خود مبنی بر حذف سانسور قبل از انتشار کتاب اظهار داشت: راجع به فیلم و کتاب نگفتم که ممیزی نمی شود. بارها گفتیم ممیزی اصل حاکمیتی و بر عهده دولت است. وزیر ارشاد افسود بحثی که مطرح شد این بود که ممیزی قبل از چاپ را حذف کنیم. البته دیدگاه هایی که از طرف ناشران و نویسندگان مطرح شد کمک کرد که ممیزی قبل از چاپ را نمیتوانیم کلن حذف کنیم. وی تأکید کرد اما باید شرایطی فراهم کنیم تا به هر کتابی که به وزارت ارشاد ارجاع می شود در حد یک ماه پاسخ داده شود و نویسنده یا ناشر یک سال یا بیشتر منتظر نماند. جنتی درباره ساخت فیلم ها و چگونگی دریافت مجوز آنها اظهار نظری نکرده است. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اواخر مرداد ماه در گفتگو با نشریه آسمان گفته بود که ما باید ممیزی قبل از چاپ را برداریم. وی افزوده بود که باید چارچوب‌های قانونی را به طور شفاف بیان کنیم و در اختیار ناشران قرار دهیم تا آنها به نوعی خود تنظیمی داشته باشند. علی جنتی توضیح داده بود که این مسئله به معنی واگذاری ممیزی به ناشران نیست، بلکه به معنی ممیزی بعد از انتشار است. چند روز پس از انتشار اظهارات آقای جنتی، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان ایران در واکنش به وعده وی گفت که ناشران نمی‌خواهند مسئول سانسور کتاب‌ها باشند. محمود آموزگار تأکید کرده بود که سپردن چنین مسئولیتی به ناشران زیان‌های قابل توجهی به صنعت نشر وارد خواهد کرد. سانسور کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زیر نظر اداره کتاب صورت می‌گیرد و اعضای آن معمولاً ناشناخته هستند. این نهاد وظیفه بررسی محتوای تمام کتاب‌های پیش از صدور مجوز چاپ آنها را بر عهده دارد. با این حال به دلیل تعداد فراوان کتاب‌های ارائه شده به اداره کتاب، سانسورهای اعمال شده در آنها بر اساس یک سری کلیدواژه صورت می‌گیرد. به این صورت که اداره کتاب فایل ورود کتاب‌ها را از ناشران دریافت کرده و بعد با جستجوی برخی از کلیدواژه‌های حساسیت برانگیز از ناشر می‌خواهد تا آنها را سانسور کند. در سالهای گذشته به ویژه در دوره 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد شدت سانسور به حدی بود که نویسندگان و مترجمان ناچار بودند برای گرفتن مجوز اثر خود بسیاری از واژگان و اسامی را از کتابها حذف کرده یا آنها را تغییر دهند. بسیاری از کتابها به ویژه آثار ادبی نیز سالها در اداره کتاب وزارت ارشاد معطل مانده و یا در نهایت توسط ممیزان این اداره مهر غیرقابل چاپ می‌خورند. و اما هفته گذشته شماری از زندانیان سیاسی از جمله نسرین ستوده و محسن امینزاده آزاد شدند. بسیاری آزادی این افراد را اقدامی سیاسی در آستانه سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به نیویورک ارزیابی کردند. اقدامی که میتوان آن را در راستای سیاست‌های نظام در انعطاف با غرب بر سر پرونده هسته‌ای دانست. رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته از نرمش قهرمانانه در دیپلماسی گفت و حسن روحانی هم گفت که در پرونده هسته‌ای اختیار تام دارد. ناظران مسائل ایران چرخش ایران در دیپلماسی در دولت 11 را تمایل ایران به مذاکره با آمریکا و اراده نظام اسلامی برای حل و فصل پرونده هسته ارزیابی می کنند. این مسائل را با میهمانان برنامه آقایان ناصر محمدی کارشناس مسائل سیاسی در لندن و احمد هاشمی دیپلمات سابق وزارت امور خارجه در ترکیه در میان گذاشتیم. اولین پرسش من این بود که شماری از زندانیان سیاسی قبل از سفر حسن روحانی به نیویورک آزاد شدند. شما این اقدام را چطور ارزیابی می‌کنید؟ آن هم در ابتدای آغاز به کار دولت حسن روحانی.
حضورتون سلام عرض میکنم و سلام خدمت شنوندگان و بینندگان شبکه ایران فردا. عرض میکنم حضورتون، ببینید، آزادی نسرین سدوته و برخی روزنامه نگاران که امروز اعلام شد، یعنی روز چهارشنبه در واقع آزاد شد و پنجشنبه اعلام شد. خب ببینید، آقای روحانی قول داده بودند در همون مبارزات انتخاباتی که به هر حال قدم هایی در مورد آزادی زندانیان سیاسی بردارن. البته یک چیزی رو باید در نظر بگیریم، نسرین سوتوده از سال 89 از شهریور ماه 89 در زندان هست و کاری هم که انجام داده و اتهامی هم که در واقع به او وارد کردن، تبلیغ علیه نظام، تبلیغ علیه امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی و غیره، هممون هم میدونیم که یک اتهامات بیپایه و بیاساس هست. آقای روحانی هم این رو همه رو میدونیم، اما به اعتقاد من نمیشتوان، البته این حرکت آقای روحانی که اگر بگوییم حرکت آقای روحانی و نه حرکت کل رژیم، خب حرکت قابل قبولی است، قابل تقدیری است، آدم میتواند ازش تقدیر بکند، اما به اعتقاد من نمیتوان انتظار داشت که این روند ادامه پیدا بکنه. میبینیم که الان بسیاری از افراد دیگر در زندان هستند و همچنین رهبران جنبش سبز آقای موسوی، آقای کدوبی هنوز در حصر هستند. این حرکت رو میتوان یک حرکتی حساب کرد که یک در واقع در باغ سبزی به جامعه جهانی نشون داده بشه، به قول شما در آستانه سفر آقای روحانی به نیویورک، ولی نمیتوان به عنوان یک حرکت دائم در نظام جمهوری اسلامی اون رو محسوب کرد. من به اعتقاد من دلیلی که دارم این استش که جمهوری اسلامی، حتی اگه ملاحظه فرموده باشید که حتما ملاحظه فرمودید، حتی روز گذشته اعلام کرد که استفاده از فیسبوک و توییتر هم یک حرکت جاسوسی است، یک حرکت صهیونیستی است. بنابراین ضمن اینکه همه از حرکت آقای روحانی استقبال میکنن در این زمینه، این امیدواری رو اجازه بدید داشته باشیم که آقای روحانی حرکت رو ادامه بده، ولی من چندان این رو محتمل نمیدانم، چون نظام جمهوری اسلامی جناب میرزایی همواره با وحشت و ترور و همواره با سرکوب همراه بوده است. اولین پرسش من این بود که شماری از زندانیان سیاسی قبل از سفر حسن روحانی به نیویورک آزاد شدند. شما این اقدام را چطور ارزیابی میکنید؟ آن هم در ابتدای آغاز به کار دولت حسن روحانی. از زمانی که آقای حسن روحانی سر کار اومدن، یک تصمیم کلی در مجموعه نظام گرفته شده مبنی بر این که یک سری تغییراتی انجام بشه، هم در سطح داخل، هم در به ویژه بحث سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی، که در چارچوب اون تغییرات و یا اون نرمشی که آقای خامنه‌ای مد نظرشون هست، ما شاهد این هستیم که برخی از محدودیت‌ها یک مقداری از شدتش کاسته شده و همینطور تعدادی از زندانیان سیاسی رو می‌بینیم که آزاد شدن و در این چارچوب میشه بررسی کرد این موضوع در واقع آزادی برخی از زندانیان و فعالان سیاسی در کشور. بیش از 40 تن از نمایندگان علی خامنه‌ای در سپاه پس از انتخابات ریاست جمهوری 11 برکنار شدند. علت چه بود؟ در حالی که حسن روحانی سپاه را پشتوانه دولت خواند و خواست چند پروژه عمرانی به سپاه واگذار شود. درسته. و علاوه بر این میدونید که نماینده آقای خامنه‌ای در بنیاد شهید بعد از 25 سال عوض شد. البته ببینیم یک چیزی رو در نظر داشته باشیم، اگر آقای خامنه‌ای بخواهد تغییری در سیاست‌هایش بدهد و با این جمله در پرانتز عرض بکنم که سیاست‌های کلان به طور کلی در اختیار آقای خامنه‌ای است، سیاست هسته‌ای، مسئله نقش ایران در منطقه، در سوریه، در عراق و غیره و ذلک، و به طور کلی تمام سیاست‌های کلان در دست آقای خامنه‌ای است. اگر آقای خامنه‌ای بخواهد این سیاست‌ها رو تعویض بکند
که الان یک نشانه هایی از اون رو در واقع داره آشکار میکنه. حالا چقدر درست است چقدر غلط بعد بهش اشاره خواهم کرد. خب معلوم استش که در دولت آقای روحانی این کار رو بکنه، در دولت آقای احمدی نژاد که همواره شعارهای تندروانه میداد نمیشد این کارها رو کرد. اما اینی که ببینیم که 40 نفر از نمایندگان آیت الله خامنه‌ای در سپاه عوض میشن، به اعتقاد من هیچ ارتباط خاصی با مسئله آقای روحانی پیدا نمی کنه. چه بسیار چه بسا که خب افرادی هستن که بازنشست بخوام بشن، دوره خدمتشون تموم شده و دلایل دیگری باید داشته باشه. این که حساب بکنیم با تعویض اینها سیاست نظامی جمهوری اسلامی عوض شده است، بنده تصور نمی کنم چنین باشه. نمی توان گفت که آقای خامنه‌ای بعد از این همه سال بخواهد سیاستش رو عوض بکنه. و مثلا فرض بکنید اگر فکر بکنیم که سپاه چه نقشی داره اجرا میکنه، آیا با عوض کردن این 40 نفر یا سایر نمایندگان آقای خامنه‌ای نقش سپاه فرض کنید در عراق عوض خواهد شد، نقش نیروی قدس که قاسم سلیمانی فرمانده اون هست در سوریه عوض خواهد شد، یا نقش این سپاه در موارد دیگر همون جوری که آقای حسن روحانی گفتن که شما در مسائل سیاسی دخالت نکنید، ولی در همون موقع هم یه باجی دادن گفتن خب اشکالی نداره چند تا پروژه ملی رو بردارید، در حالی که ما میدانیم که پروژه های بزرگ مملکت اجمالا دست سپاه پاسداران هستش و هیچ تضمینی هم نیست که سپاه پاسداران چه در نقش خارج کشوری خودش در منطقه و چه در نقش داخل کشوری خودش مداخله در امور سیاسی بخواهد نقشش رو عوض بکنه. ببینید همین سپاه بود که 5 ماه پیش نماینده آقای خامنه‌ای در سپاه حجت الاسلام علی سعیدی گفتن که مهندسی انتخابات در دست ماست، یعنی مداخله مستقیم در امور سیاسی. الان که آقای حسن روحانی میگوید و از اونها درخواست میکند که در مسائل سیاسی دخالت نکنند، به اعتقاد من این نمیتوانه دوامی داشته باشه. هر وقت آقای خامنه‌ای اراده بکند میتواند سپاه در مسائل سیاسی دخالت بکنه و بنده تصور نمیکنم که سیاست کلی آقای خامنه‌ای در مسئله سپاه و نقش او تغییر زیادی کرده باشه. جناب میرسایی، به نظر میرسه سپاه از زمانی که آقای خامنه‌ای قدرت به دست گرفت به طور فزاینده‌ای در تمامی عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و حتی عرصه‌های دیگه شروع به نقش آفرینی کرد و به ویژه از زمانی که آقای احمدی نژاد در سال 84 و علل خصوص از سال 88 به این سو و نقش پررنگی که سپاه و بسیج داشتن در سر کار آوردن آقای احمدی نژاد و حمایت از ایشون، سپاه در مواردی قدرت خیلی گسترده‌ای پیدا کرد و آقای خامنه‌ای احساس میکنه که در چارچوب تغییرات جدیدی که مد نظرش هست در کشورداری ایشون انجام بشه، در سیاست‌های کلان کشور انجام بشه، احساس میکنه که نیاز هست در برخی مواقع و برخی موارد از قدرت سپاه رو بکاهه و فضا رو بیشتر برای دیپلمات‌ها و افراد مذاکره‌گر مساعدتر بکنه برای اون برنامه کلانی که ایشون دارن برای موضوع هسته‌ای و موضوع رفع تحریم‌های اقتصادی و غیره. حسن روحانی اعلام کرد در مذاکره با آمریکا اختیار تام دارد تا در مورد پرونده اتمی با آمریکا مذاکره کند. چرا به یک بار مواضع ایران در مقابل غرب تغییر کرد؟ من نمیدونم میتوانید رو به عنوان تغییر موضع آقای خامنه‌ای حساب کرد یا نه.
ببینید آقای احمدی نژاد هم که بر سر کار بودن بدون اینکه حرفی رو بزنند همین حرکت رو میکردن، میرفتن در سازمان ملل، در مجمع عمومی بارها شاهدش بودیم، در مورد مسئله هسته‌ای داد سخن میدادن و از موضع اقتدار هم حرف میزنن. حالا آقای روحانی میگه که من اختیار کامل دارم. یعنی چه؟ اختیار کامل دارم که برنامه هسته‌ای رو قطع بکنم، متوقف بکنم یا نه. اختیار کامل در گفتگوها دارم. این به یک معناست که دیگرانی که قبلا رفتن مثل آقای سعید جلیلی و دیگران اختیارات کامل نداشتن، که کاملا درسته. ولی آیا میگم من رو ببخشید که با هر یک از این مسائل به با دیده تردید در واقع برخورد میکنم، آیا آقای حسن روحانی واقعا این توانایی رو دارد که برود در نیویورک قول بدهد که تمام فعالیت های هسته‌ای متوقف خواهد شد؟ ما یک نکته حسن روحانی رو میگیریم، یک نکته از حرف ایشون رو میگیریم، ولی در این حال فراموش نکنیم که ایشون گفته است که حق غنی‌سازی اورانیوم حق ماست، غنی‌سازی اورانیوم حق ماست و این کار رو انجام میدیم. اما من میتوانم قول بدهم که جمهوری اسلامی به دنبال تولید بمب اتمی نیست. حالا شرایطی که به طور کلی غرب، آمریکا و پنج به علاوه گذاشتند خیلی روشنه. روشن این استش که اولا غنی‌سازی اورانیوم در سطح 20% متوقف بشه، ثانیا ذخیره اورانیوم 20% به خارج از کشور منتقل بشه تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیروگاه فوردو هم تعلیق بشه. من باور نمی‌کنم آقای حسن روحانی بتواند چنین قول‌هایی رو بدهد و از اون مهمتر اجرا بکند، چون به هر حال می‌دونیم که اگر بخواد اجرا بکنه اون وقت مسائل بسیار زیادی در داخل هست که با اون روبرو بشه. خود آقای روحانی هم، معذرت میخوام طولانی میشه، خود آقای روحانی هم گفتن اینها قدم‌های کوچکی است برای آینده مهمتر. و حتی مطبوعات آمریکا هم که من امروز مطالعه میکردم، اونها هم تردید دارن که ایران بتواند به زودی عقب نشینی بکنه. این رو شاید نیاز باشه که کمی بیشتر یک توضیحاتی داده بشه، و اون این که آقای خامنه‌ای، ما شاهد هستیم که چرخش بی سابقه ای رو در سیاست خارجی خودشون داشتن و ایشون با هموار کردن مسیر برای تیم روحانی و ظریف برای اینکه به قدرت برسن نشون دادن که در صدد این هستن که چرخشی رو داشته باشن در سیاست داخلی و خارجی، و یا به تعبیر خودشون یک نرمش قهرمانانه‌ای داشته باشن و دولتی رو به سر کار بیارن، تیمی رو سر کار بیارن که ویژگی و مشخصه اصلیشون مذاکره‌گری، لابی‌گری و میانجیگری هست، یعنی تیم روحانی ظریف. اگر خیلی بخوام گذرا اشاره بکنم به دلایل این چرخش و نرمش قهرمانانه که آقای خامنه‌ای مد نظرشون هست، یکی بحث تحریم‌های فلج کننده بانکی هست که به نحوی که جمهوری اسلامی در تعاملات و مبادلات پولی و مالی و بانکی خودش با مشکلات زیادی روبرو شده و از پرداخت، از دریافت و وصول مطالبات خودش در زمینه نفتی که صادر میکنه، به عنوان مثال در رابطه با هند، پاکستان، کره و کشورهای شرق دور دچار مشکل هستش. در واقع بحث صادرات نفت و گاز این مشکلات رو داره. در بحث فناوری‌های پیشرفته یا های تک ما میبینیم که مورد تحریم هست جمهوری اسلامی. تورم 40% و بیکاری 30% گروه سنی جوانان رو ما شاهد هستیم، به طوری که مقامات ارشد رژیم صحبت از احتمال قحطی و شورش گرسنگان رو مطرح کردن. مراجع تقلید خیلی مفصل اعتراض دارن در این زمینه، و ما مشکلات عدیده در زمینه تأمین قطعات هواپیما و غیره آقای خامنه ای رو و
همینطور لازم هست این اشاره بکنم که آقای جو بایدن اخیرا گفته بودن که شدیدترین تحریم های تاریخ رو بر علیه جمهوری اسلامی تحمیل کردن. در واقع این وضعیت باعث شده که آقای خامنه ای یک چرخشی در نه تنها در رفتار و رویکرد خودشون و حتی در ادبیات و گفتمان خودشون رو داشتن. به عنوان مثال ایشون دیروز میگفتن تا دیروز میگفتن من دیپلمات نیستم و انقلابیم، امروز اعلام کردن که ایشون مخالف دیپلماسی نیستن. دیروز میگفتن که غربی ها با دست های چدنیشون رو زیر دستکش مخملی پنهان کردن، امروز ایشون صحبت از نرمش قهرمانانه میکنن. اگر دیروز ایشون در مورد لبخند غربی ها هشدار میدادند، امروز ایشون لبخند رو توصیه و تجویز میکنند. اگر ایشون در واقع اون صحبتی که آقای محسن رضایی داشتن مبنی بر این که در شرایط ضعف و مشکلات به سر میبره جمهوری اسلامی یا به تعبیر خودشون در شرایط شیب ابی طالب به سر میبره، آقای خامنه ای اعتراض کرده بودن که نه ما در شرایط قوت و قدرت و یا به صلاحشون در شرایط بدر و خیبر به سر میبریم، ولی الان و حمایت کرده بودن از اون دیپلماسی تهاجمی که اصطلاحاً آقای احمدی‌نژاد در پیش گرفته. امروز ایشون صحبت از نرمش قهرمانانه میکنه، صحبت از که اشاره به موضوع صلح امام حسن داره و که صلحی از روی اجبار و اضطرار هست و موضوع به نحوی میشه اون رو به تسلیم و سازش هم تعبیر کرد، چرا که پیشوای دوم شیعیان گفته بود که اگر به اندازه انگشتان دو دست یار وفادار داشت با معاویه میجنگید. حالا آقای خامنه ای به شرایطی به وضعیتی رسیدن که این نرمش رو اتخاذ کردن و احساس میکنن که شرایط هم مساعد و مناسب هست برای مذاکره، چرا که به عنوان مثال لاوروف وزیر خارجه روسیه اشاره داشته که توقف 20% رو ایران آمادگی داره انجام بده، یا اشپیگل صحبت از توقف 20% و تحویل اورانیوم غنی شده به کشور ثالث و یا تعطیلی حتی تاسیسات فوردو به میان اومده، یا امروز ما ببینیم که وال استریت جورنال از آماده شدن مقامات امریکایی برای پذیرایی برای استقبال از همتایان ایرانیشون سخن میگه، یا آقای حسن روحانی در ام بی سی مصاحبه که میکنه لحن اوباما رو مثبت بس. ترافیک دیپلماتیکی که در روزها و هفته های اخیر شاهد هستیم از قبیل اینکه جفری فلتمن و یک دیپلمات ارشد امریکایی یا خانم والری آموس از مدیران ارشد سابق وزارت خارجه انگلیس تحت پوشش کارمند سازمان ملل فرستاده سازمان ملل به ایران میان و با کارکنان وزارت خارجه با مدیران وزارت خارجه دیدار میکنن، در این که ما میبینیم که سفر غیر متوقعه سلطان قابوس عمان رو داریم که هم روابط حسنه با ایران و هم با امریکا داره و پیشینه در رابطه با میانجیگری این دو تا کشور داره. همه اینها رو نمیشه تصادف حساب کرد و حتی اینکه دولت حسن روحانی بر سر کار هست این یک تصادف نیست و این نشان دهنده از یک رویکرد و تغییر رفتار آقای خامنه ای در عرصه سیاست داخلی و خارجی میتونه باشه. حسن روحانی قطعا فرمانبردار علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است، آیا سپاه هم در این تصمیم گیری نقش دارد؟ ببینید الان از سالها پیش این مسئله مطرح است که به طور کلی آقای خامنه ای به تنهایی تصمیم نمی گیرد. این مسئله است که بارها و بارها مطرح شد. چیا؟ کدوم نهادها در این تصمیم گیری ها و در سیاست سازی ها نقش دارند؟ یک نقش عمده رو به طور کلی سپاه دارد. الان اشاره فرمودید که آقای خامنه ای چنین اختیاراتی داده که باید دید حالا آقای خامنه ای بعد از این
زیر این اختیارات نزنه، نگه که من اختیارات ندادم، چنانکه ما شاهد بودیم در دوران آقای خاتمی، در دوران آقای احمدی نژاد که این اختیاراتی رو به رئیس جمهور ندادن. الان هم فقط آقای روحانی است که میگوید اختیار دارد. اما در این که سپاه نقشی داره، سپاه ببینید درست است که نقش داره، اما تصمیم گیر اصلی نیست. به هر حال تصمیم گیر نهایی آقای خامنه ای. سپاه هم تا حالا به عنوان بازوی اجرایی آقای خامنه ای عمل کرده است. اگر هم بخواهد سپاه در واقع موافقت بکند، که من بعید میدونم با برچیدن مسائل هسته‌ای و نیروگاه ها موافقت بشه، اگر هم چنین کاری بخواهد انجام بشود، قطعا سپاه هم با اون موافق هست که آقای خامنه ای چنین حرفی رو میزن. مطمئنن آقای خامنه ای در دربار خودشون خدم و حشم و مشاورین و متملقانی در اطراف خودشون دارن، حواریون و افراد و معتمدینی دارن که در زمینه موضوعات حساسی از قبیل همین مسئله هسته‌ای و مذاکره با غرب در قالب 5+1 و همچنین مذاکرات مستقیم با خود امریکا با اونها همکاری میکنه، با اونها هم رأی و مشورت و هم فکری میکنه و تردیدی وجود نداره که به ویژه تنی چند از نزدیکان ایشون که حالا لازم نیست من اسمشون رو بیارم در اینکه این جهدهی رو به آقای خامنه‌ای داده باشند نقش خیلی مهمی داشت. دولت جمهوری اسلامی که میدانست نمیتواند در برابر مواضع غرب ایستادگی کند، چرا اصرار به مقاومت داشت؟ اتفاقا ببینید سوال خیلی جالبه. من یه نکته رو نقل کنم از علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس. ایشون میگوید اگر تحریم ها رو لغو بکنن، ما غنیسازی اورانیوم در سطح 20% رو متوقف میکنیم. خب سوال همین استش که اگر شما میخواستید متوقف بکنید، چرا اساسا شروع کردید که یه چنین تحریم هایی برقرار بشن؟ الان هم مسئله همینه. بسیاری حرکت ها میکنن که حرکت غلطی است و حالا میان در صدد ترمیم اون، اصلاح اون برمیان. واقعا سوال این استش که اگر میدانستید که شما حریف نیستید، چرا به میدان آمدید؟ ولی من هنوز باورم این استش که دارن بازی میکنن. اون گونه نیست که فکر کنن حریف نیستن. الان فکر میکنن به این مدل اگر رفتار کنن، شما نگاه بکنید در دوران آقای خاتمی که هنوز تحریم هایی برقرار نشده، چیزی نشده، میان آرام رفتار میکنن، به قول معروف تنش زدایی میکنن، با جامعه غربی کنار میان، حتی به طور داوطلبانه میاین غنیسازی اورانیوم رو متوقف میکنن. به محض اینکه خب اون موقع یادتون باشه، حتما خاطرتون هست که سفرهای اروپایی برگشته بودن، جهان با جامعه جمهوری اسلامی بسیار سخت رفتار میکرد. همه اینا که آرام شد، رسیدن به دوران احمدی نژاد، دیدن حالا قوی ترن، حالا بریم دوباره شروع بکنیم. لاکومورا رو برداشتن، شروع کردن، هر سال یه خبر خوش حبس هسته‌ای دادن و کار رو به اینجا رسوندن. الان هم از سر نیاز است، از سر فشار هست که به این مرحله رسیدن و میخواهند، ظاهرن نشون میدن که میخواهن عقب نشینی کنن. من باورم بر این استش که به محض اینکه این فشارها برداشته بشه، که البته طولانی است، باز دوباره نقش دیگری به عهده خواهیم گرفت. جمهوری اسلامی زمانی که برنامه هسته‌ای خودش رو شروع کرد، کاملا اون رو تلاش کرد که مخفیانه به پیش ببره و اگر اون افشاگری ها انجام نشده بود و موارد بعدی و سختگیری هایی که نبود، خب مشخص نبود آیا الان
به فناوری نظامی دسترسی پیدا کرده بود یا نه. بنابراین اون هدف اولیه جمهوری اسلامی تولید سلاح‌های هسته‌ای با اهداف بازدارندگی بود که به این هدف خودش نایل نشد. نه تنها به این هدف نرسید، بلکه بسیاری از مصائب و مشکلات و دشمنی‌ها رو برای خودش خرید و به ویژه اقتصاد ایران به شکل وحشتناکی آسیب دید. و الان با توجه به این که در واقع شرایط بین المللی به نحوی هست که جمهوری اسلامی راحت و در دسترس نمیبینه، در افق نزدیک خودش نمیبینه که بتونه به این سلاح‌های هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه، به نظر میرسه که ترجیح داده در مورد اینکه به رایزنی بشینه و متقابلاً در صورتی که غرب خواسته های جمهوری اسلامی رو برآورده بکنه که به طور عمده رفع تحریم بانکی، رفع تحریم صادرات نفت و رفع تحریم فناوری های پیشرفته هست، در صورتی که اینها از طرف غرب برآورده بشه، جمهوری اسلامی هم حاضر هست که نشست، حاضر هست که در زمینه برنامه هسته‌ای خودش و در زمینه فورد و غیر امتیازدهی داشته باشه. در تمامی سالهایی که در تحریم بودیم، مردم آسیب‌های زیادی دیدند، اهم از گرانی، فقر، کمبود دارو که خیلی از بیماران رو نابود کرد. رهبر جمهوری اسلامی که خودش نقش مستقیم در تحریم‌ها داشت، حالا چه جوابی برای مردم ایران دارد؟ ببینید، اصلا ما در مورد جامعه، در مورد حکومتی صحبت میکنیم که اساسا خودش رو پاسخگو نمیدونه. یعنی که بگیم چه جوابی دارن، این مال حکومتی است که خودش رو جوابگو بدانه. مسئله این استش که شما دیده ای آقای خمینی وقتی که خرمشهر فتح شد، دو سال بعد از جنگ ایران فاتح شد، کشورهای منطقه خواستار آن شدند که غرامت بپردازند، همه این مسائل بود، قطعنامه 598 را قبول نکرد، 6 سال ادامه داد و چقدر کشته و زخمی و معلول و غیره و ضرر و زیان. بعدش هم اومد گفت آقا ما یه جام زهر نوشیدیم تموم شد. الان هم آقای خامنه‌ای همینه. البته آقای خامنه‌ای از اون نفوذ کلمه و از اون در واقع قدرت کلمه و نفوذی که آقای خمینی داشت برخوردار نیست، ولی اینها اساسا خودشون رو پاسخگو به مردم نمیدانن. و همون سوال قبلی که کردید، آخر وقتی که میدانید شما مورد تحریم قرار میگیرید، به چه دلیل اساسا میرید دنبال یه چنین کاری که نتیجهش تحریمه و نمیتوانید انجام بدید؟ به نظر من پاسخی نخواهد داشت آقای خامنه‌ای بدهد به مردم. به درستی جناب عالی اشاره کردیم که این مردم هر چه که کشیدن مسبب اصلیش خود آقای خامنه‌ای بوده که این کار رو ادامه داده. به نظر من پاسخی نخواهد داشت جز این که باز دوباره یک سری نمایش مظلوم نمایی بگذارن و بگن آقا قدرت های دنیا ما رو نمیدونم مجبور کردن، ما هنوز قهر دیدین. آقای خامنه‌ای میگوید حالا نرمش قهرمانانه میکنیم، یعنی اینکه حالا قهرمان هم هستیم ولی مظفرانه شکست میکنیم. به نظر من جناب میرزایی پاسخی نخواهند داشت در این زمین. خب طبیعتا ایشون هیچ پاسخی برای اقدامات خودشون ندارن، چون ایشون نه از طرف مردم انتخاب شدن، نه در مقابل مردم پاسخگو هستن، نه مکانیزم و سازوکاری برای پایین کشیدن ایشون یا برای پاسخگو کردن ایشون وجود داره در کشور. و در واقع بخش عمده نهادهای اجرایی کشور زیر سلطه مستقیم ایشون هست و طبیعتا مثل بسیاری از رفتارها و سیاستها و اقدامات فاجعه باری که ایشون داشتن و در مقابل هیچ کدوم پاسخگو نبودن
و نه تنها از پاسخ دادن فرار کردن، بلکه عوامل و دلایل غیر حقیقی و غیر واقعی رو مطرح کردن برای مسائل و مشکلاتی که ایشون مسببش بودن و به اصطلاح فرافکنی کردن. در این مورد هم هیچ پاسخ ایشون نخواهند داشت قاعدتا برای اخبار عمومی، غیر از این که بخواهند به اصطلاح آسمان ریسمان ببافند و توجیهات غیر مستدل و غیر واقعی داشته باشند در این زمین. و اما سوال آخر این که در صورتی که ایران با غرب به توافق برسه، منافعش در سوریه چه خواهد بود؟ والا بدون اینکه اساسا مسئله سوریه، یعنی مسئله جمهوری اسلامی در رابطه با سوریه حل بشود، من فکر نمی کنم با غرب بتونه کنار بیاد. درست است که الان بحثی که مطرح می کنم بحث فعالیت های هسته‌ای است و غرب و به ویژه آمریکا می گوید از این نظر باید مطمئن باشم که آقا جمهوری اسلامی بمب اتمی تولید نمی کنه. بسیار خوب، فرض بکنیم که این مسئله رو جمهوری اسلامی با عقب نشینی حل بکنه، که البته میگم جای صحبت زیاد داره، اما مشکلات جمهوری اسلامی با جامعه جهانی و با آمریکا و با اروپا محدود و منحصر به مسئله هسته‌ای نمیشود. اگر در مسئله هسته‌ای عقب نشینی بکنه، اون وقت است که تازه بیشتر در موضع ضعف قرار میگیره و اون وقت است که باید نقش خودش رو در سوریه هم روشن بکنه. ببینید، مشکلی که جامعه جهانی با جمهوری اسلامی داره، عرض کردم، فقط مسئله هسته‌ای نیست، مسئله حمایت از گروه‌های تروریستی، حماس، حزب الله، جهاد اسلامی و دیگران هست، مخالفت با صلح خاورمیانه هست که دائما مخالفت میکنه، جنگ غزه یادمون نرفته، و مداخلش در سوریه. همه اینها باید با هم حل بشه، یعنی اگر این حل نشه نمیتوانیم امیدوار باشیم که رابطه جمهوری اسلامی با جامعه جهانی و به ویژه آمریکا به یک حد عادی و متعادل برسه. این موضوع جالبی هستش، چرا که وضعیت سوریه به یک کلاف سردرگمی مبتلا شده یا رسیده که حتی کشورهای غربی و سازمان ملل و دیگر طرفهای درگیر و غیر درگیر هم مایل هستند که به نحوی کاری انجام بشه، ولی هیچ کدوم از طرفها قادر به انجام کاری نیستن. طبیعتاً اون اتفاقاتی که در روسیه، در سوریه در حال وقوع هست، مطلوب جمهوری اسلامی هم نیست. بنابراین به نظر میرسه سوریه میتونه یک عرصه و زمینه‌ای برای همکاری مشترک بین ایران و کشورهای قدرت‌های عمده جهانی باشه، چرا که مخصوصا بعد از این پیشنهادی که روسیه اخیراً داد در مورد حل و فصل مسائل سوریه و بحث سلاح‌های شیمیایی، این موضوعی که کمی پیشتر در واقع بسیار نامحتمل به نظر می رسید، یعنی موضوع همکاری ایران و کشورهای غربی مثل آنچه که در مورد طالبان اتفاق افتاد، در مورد سوریه هم به نظر می رسه یک چنین امکان و احتمالی وجود داره. با سپاس از مهمانان گرامی برنامه، آقایان ناصر محمدی، کارشناس مسائل سیاسی در لندن، و احمد هاشمی، دیپلمات سابق در ترکیه، از شما بینندگان هم ممنونم که تا این ساعت ما رو همراهی کردین. این برنامه رو میتونین در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم تماشا کنین. تا درودی دیگر، بدرود.